لویدا وزیر دفاع آمریکا امروز شنبه در سخنانی در همایش گفتگوهای منامه گفت اگر ایران بنا نداشته باشد با جدیت مذاکرات احیای برجام را به نتیجه برساند ما همه گزینه ها را برای امنگاه داشتن آمریکا و متحدان در نظر داریم و همچنین بر لزوم تقویت توان نظامی ایالات متحده در خاورمیانه برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی تاکید کرد همکارم فرهاد پولادی گزارش میده لوید آستن وزیر دفاع آمریکا که به منظور دیدار و گفتگو با مقامات بحرین و امارات متحده عربی دو متحده واشنگتن در حوزه خلیج فارس به منطقه رفته است در سخنانی در منامه بار دیگر بر روی کرده دولت پرزیدنت بایدن در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی یعنی یافتن راه حل دیپلماتیک تاکید کرد اما او همزمان هشداری هم برای تهران داشت من میدانم که بسیاری از ما نگرانی های عمیقی در مورد اقدامات بی ثبات کننده دولت ایران از جمله حمایت این کشور از تروریسم، گروه های نیابتی خطرناک و برنامه هسته ایش داریم. آمریکا همچنان به جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته ای متعهد است و ما همچنان پایبند به نتیجه دیپلماتیک مذاکره هسته ای هستیم. اما اگر ایران مایل به تعامل جدی نباشد ما تمام گزینه‌های لازم برای حفظ امنیت ایالات متحده را بررسی می‌کنیم وزیر دفاع آمریکا به دیگر چالش های ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه نیز اشاره کرد و از تهران خواست که با جدیت مذاکرات جاری با همسایگان که هدف آن کاهش تنش در خلیج فارس و میانه است را با جدیت پیگیری کند. با جدیت پیگیری کند. ایران همه ما را با چالش های امنیتی جدی مواجه می کند که فراتر از چالش ناشی از برنامه هستهیش است. ایران تنش ها را در این منطقه و فراتر از آن دامن می و این اقدامات به تضعیف صلح و ثبات برای همه ما منجر شده است. اکنون همسایگان ایران تلاشی برای گفتگو با هدف بهبود روابط را آغاز کردند و ما کاملا از آن حمایت می کنیم. و از ایران می خواهیم که سهم خود را برای برداشتن گام هایی جهت کاهش خشونت و درگیری انجام دهد. او در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه دفاع آمریکا از منافع خود و شرکایش در برابر تهاجمات ایران و نیروهای نیابتیش گفت ادامه این گونه تهاجمات هزینه بر خواهد بود. ایالات متحده آمریکا حق دفاع از خود را محفوظ می داند. و ما در زمان و مکانی که انتخاب می کنیم از خود و منافعمان دفاع خواهیم کرد و هیچ کشوری و فردی نباید در این مورد اشتباه کند. ما این تعهد را در قبال شرکای نیز داریم. آقای آسن در منامه همچنین با شاهزاد سلمان به حمد آل خلیفه ولی این کشور که میزبان مرکز فرماندهی ناوگان پنجم آمریکاست درباره مسائل جاری منطقه گفتگو کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین با دو مقام عراقی دیدار و گفتگو کرد در گفتگو با جمال جابوری وزیر دفاع عراق آقای آستن بر اهمیت شراکت راهبردی بین دو کشور و ادامه مقابله با داعش تاکید کرد وزیر دفاع آمریکا در دیدار ما مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم خود مختار کردستان بر ادامه همکاری با نیروهای پشمرگه برای مقابله با داعش تاکید کرد پرپای برنامه اعلام شده از سوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، توقفگاه بری لوید آستن، امارات متحده عربی است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.